طریقت کوچی ها ادعا دارن که 30 سال قبل طریقت اسناد را اینها به دست دارن و بعد از 30 سال بازگشتن از پاکستان و میخواهند که در زمین هایی که ملکیتشان است خانه اعمار بکنند. به نظر شما آیا تا این 30 سال چرا ادعای کوچی ها از طرفشان صورت نگرفته و یک بارگی بعد از گذشت 30 سال یک باره پیدا میشن و ادعای ملکیت میکنن؟ شما شما درست نیست که ببینیم. ما یک اشاره سر گپ بیشتر از اینا میکنم. حتی در قسمت قبرستان اینا هیچ نوع جلوگیری از طرف کوچی ها برای دفن کدام جنازه یا اینا نشد. هیچ نوع مراجعه هم چی از چرا منطقه را زیادتر کلانی شادی نبی خلیلی میکنن تا امور دیر روز پیشترشان که دید ماستی که هم داشته یا نشسته که داشته یا امرای امی قوانی یکی از به اصطلاح از کسایی که جایداد وکالتش داره و قوالی شرعی از این منطقه را هم به حساب وزارت دفاع هم به حساب منطقه هم به حساب ملکیت و اینا داره و یه چیز تثبیت شدگی است. شما اگر خود آقای حاجی نبی را بفهمین چرا پلون شریکش هستی را برتان نشان داده؟ هیچ نوع تقاضایی، هیچ نوع مشکلی، هیچ نوع مسئلی نبود. یکی دفتن اینا میخواین که از اصلا فکر میکنم هستی از اینا تا جایی که ما فکر میکنم و از گپای رهبریت اگر مذاق ندانو میشه رهبریت اسپک برادرای حضارت رکی میشه خود از اینا هم نمیفهمن که از کجا برامد. چرا نه آقای خلیلی ایره و خنددار هم است که کشتی که دعوای رهبریت داره در منطقه نشسته اصلا منطقه رو گرد شست نمیفهمه که دفتن 3000 نفر از کجا موبلایز میشه. هیچ نوع نشست سر از این نبوده، هیچ نوع حتی یک حرف هم سر از این نبوده که اینی در جنازه ما آمده یا اینا که چیز داشته. مشکل خو آدم وقت سندیده میتونه که حداقل یک جرقه ایجاد شده باشه. هیچ نوع حرف سر از این نبوده. شب سه شنبه گذشته ما برای 2 ساعت همراهی معاون صاحب اول نشست داشتم. زیادتر گفتش سر عظمی بود که چی رقم افغان داره که ما مسائلی ندانم مسئله بی سود و اینا را به یک فرمول حل کنیم بلکه او خود از او داخل شود به باز مناطق پشتون نشین و مشکل مناطق پشتون و اینا را هم حل کنه. چرا اگه می بود خوب به مو صدر رهبری و ایناش. یا ایست که این یک دستندازی به باز هستایی هست که بالکل می خواهند که برای هر دو طرف قضیه وضعیت به بوران بکشند. و مشکل حساسی گپی که اینا میزنن مسئله هزیست که درست است. حکومت دخمهرم حکومت ما واضح هم میبینیم که حکومت نه امکانات زیره داره نه و قوش و همی کار را که دیروز هم کردن همی هم خانهشان آباد. چرا؟ اسناد چی میگین؟ آیا ببینین اسناد خوب وقتی اسناد دارن اسناد دارن مردم مرم اسناد وقتی مطرح میشه که یک محکمه اسناد میخواه. هر کس خود سر سرک اسناد خواستن نمیتونه نی؟ وقتی که یک دعوا بروز میکنه باز میه این خود نه دعوای تابالی صورت گرفته نه تا تقاضای صورت گرفته نه جلوگیری از کدام دفن جنازه یا چیزی بوده. جنازه ادیره یک صاحب معدود است چیز اینا که او هم به شکل ضرورت فکر میکنم که در اول شروع شده بود و هر کسی که جنازه با وجود می آمد و اینا وقتی که شهرک حاجی نبی با ارز آمده بود و اینا زمین کوچی به اصطلاح خالی افتاده بود در کس جنازه خدا استاشته به یک عدیره مبدل شده که سرک و ایناش دورش است چند نفری یا چند فامیلی به هم به نزدیکی های از او می باشه. مرم هیچ نوع از روزی که دفت از این اصلا از دوره جهاد دوره بعد از دوره مجاهدین در جنگای کابل باز جای اینجا چی شد او وقت آقای فرمولی رئیس شورای چاردی و باز دیگرها هم جنازهشن به می قسمت ها دفن می شد تنها قسمت غرب کابل یا تنها غرب کابل هم من نمیفهم که برادرای هزاره چی منطقی پیدا کردن که یک قسمت عمده کابل بالکل مطلق خود می دانن این مملکت چیست و اگه خود از اینا را بسنجین در چیز اینا 5000 یا 10000 خانه پیش از جهاد در چین نبودن. شما به اصطلاح چاردی را نه یا مثلا تا
خپل سوختره یا قسمتای همده شوینیم ده اینا فرمولیا ده اینا زیادتر پشتونه دیگه اینا که امروز جبران نتا مجبور میشن که منطقه را ترک کنن ده چیز اینا این واقعیتای عینی روز است ده چیز اینا اینا باید اساسیت عزیز درک کنن اینا از کجا کجا از پدر جایداد داشتن ده این منطقه و اینا کدام سوانه دارن اینا ده چیز اینا اصلا بروز از اینا ده کابل چند سال میشن شکر از شما آقای بینندگان عزیز بعد از وقته کود با سلام مجدد آقای رویش آنگونه که آقای احمدزای هم اشارات داشتن موضوع که بسیار از طرف ایشان مطرح شد موضوعی بود که هیچکس در حقیقت مانع هزاره ها نشده و در حقیقت خود هزاره ها یا مردمی که به گفته شما ساکنای محل بودن به طرف کوچی ها رفتن و شروع به برخورد و شروع به نزاع و جنگ کردن به نظر شما کدام طرف حق به جانب است؟ آیا گفته های آقای احمدزی را تایید میکنین و یا یکی گفته دیگه را شما میخواییم که؟ من فکر میکنم حالا صحبتاری که آقای احمدزی میکنن ما را دارد اندک اندک بر ریشه های دیگر قضیه نزدیک میکنه بخاطر که لحن و محتوای سخنان آقای احمدزی نشون میده که در افغانستان در حقیقت ما یک سرزمینی بر مردم افغانستان نداریم ما کسایی را داریم که مالک اصلی افغانستان هستند و کسان دیگری هستند که در دامن از اینا زندگی میکنن اینا کسایی هستند که نواله خوار هستند بزرگان دلشان خواست برشان جای میتن دلشان نخواست نمیتن برشان حدود تعیین میکنن برشان امتیاز تعیین میکنن این منطقه هست که متاسفانه افغانستان را بیشتر از اینکه متعلق به قرن 21 نشون بده بیشتر به دوران امیر عبدالرحمن تعلق میده بیشتر به گذشته های تاریخی برگشت میکنه که حس می شد سرزمین متعلق به قوم خاص به مردم خاص هستک در حالی که چنین نیست یعنی هزاره ها خدا کنه در افغانستان کی آمدن در کابل کی آمدن امروز به ایمان شهروندان از این ملک به رسمیت شناخته میشن شاید آقای احمدزی هم کسی نباشد که بگوید هزاره ها از افغانستان نیستن یا هزاره ها حق ندارن در افغانستان زمین داشته باشن جای داشته باشن محل برای سکونت خود داشته باشن هر کسی که اینو مطرح میکنن که اینجا ملکیت فرمولی ها بوده پشتون ها بودن حرفش درست باشد ولی هزاره ها برای با غصب اومدن منطقه را نگرفتن درست اومدن در منطقه ساکن شدن تمام کابل ساکنان دارن که سراسر افغانستان اومدن درست آقای رویش چرا هزاره ها به خاطر به دست آوردن ملکیت های خود و محکمه مراجعه نکردن اصلا بحث امور رقمی که آقای احمدزی مطرح کردن بحث یعنی دعوای حقوقی تا حالا مطرح نشده در اونجا ساحیر که حال فعلا مورد نزاع هست کوه هست حالا که آقای احمدزی میگه که اینجا ما سند داریم من فکر میکنم که جنس سند است که اینا هزارجات هم دارن به خاطر که اینا مدعی از این هستن که ما بیش از 60% هزارجات مال ما هست و شاید راست بگن به خاطر از اینکه اینا به نظام تعلق داشتن یا به سلسله تاریخ تعلق داشتن که تمام افغانستان مالشان بوده و هر کسی میتونسته برشان سند بده افغانستان ملک مشای ملت افغانستان نبوده افغانستان ملک انحصاری و امتیازی عده خاصی بودن و منطق آقای احمدزه این رو نشان میده به همون خاطر هزاره های کال فیلنده سرزی ندارن که کوه مال ماست دعوی سرزمی دارن که در این منطقه ما زندگی میکنیم دولت به خاطر حل مشکل ما ساحیر اختصاص داده برای قبرستان مثلا